سلام به همه بچه کانال نوت، ابوذر اسداللهی هستم در خدمت شما با یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو یه پروژه نیمه کاره از کارهایی که میخوام انجام بدم رو اینجا با هم دیگه داریم و حالا میخوایم پیش بریم ببینم تا کجاشو میتونیم انجام بدیم و من سعی میکنم تا هر جایشو پیش رفتیم داخل کانال نوت قرار بدم. در کل دوستان اگه همچین محتوایی دوست دارین کانال رو سابسکرایب کنید و با لایکاتون هم به من انگیزه بدین، هم زمانی که شما لایک کنید باعث بیشتر دیده شدن کانال میشه. خلاصه این که بریم سراغ این ویدئو. خب دوستان عزیز، ما اینجا این پروژه رو داریم، حالا نصف و نیمه هستش. تا جایی که من جلو رفتم از پروژه رو با هم گوش بدیم. زلفی آشفال یا رنگ شوهنا کشت من خدا با خنایاش دارم رمایه یا چی انار کردم شکار با چشیاش آسمونم بیاد یو چچا کار عاشقش بی مغ خوش خط خواب کردم اسیر دل بریاش وقتی میخنه با گفت بچا آسمونم بیاد یو چچا کار عاشقش بی مغ خوش خط خواب کردم اسیر دل بریاش وقتی میخنه با گفت بچا خمار تو بیا ایار و سر قرار همه کسم بیمه خاطر خواد قلبم زیر پا جلم حوالیات دست به دستم آسمونم بیاد و چچه کار عاشقش بیمه. بچه تا اینجای کار من پیش رفتم، الان کاری که میخوام انجام بدم آکورد های این قسمت رو اوکیش کنم و بریم ادامه کار. خب اول اینکه یه دونه از این آکورد هایی که اینجا خالی داریم و من میام کاتش میکنم، بعد میرم داخل ملودیم، پیانومو باز بکنم و بچه گامش هست دومینور. خب حالا اگه نمیدونید گام دومینور چیه میتونید بیاین تو قسمت و از قسمت اسکیل مینور نچرال رو انتخاب کنید و روت ریشه نوت هم بذارید رو دو. خب اولین آکورد، این اولین نوتی که بیشترین نقش رو اینجا داره نوت ره هست، بازم نوت ره، نوت دو و نوت لادیز. خب من میام اینجا آکوردی که انتخاب میکنم سول، اینا آموزشش رو دادم قبلا، حالا اگه خواستین میتونید استفاده کنید. آکورد بعدی، آکورد که اینجا داریم آکورد دو مینور هست و لادیز ماژور. خب حالا گوش بدیم اینم میخوره بهش. این آخریش هم میتونیم سول بذاریم. خب همینو من با کنترل ایکس کاتش میکنم، میام تو این قسمت
که کلیک میکنم و کنترل وی و دوبار کپی میکنم، چون دوبار ملودیم کپی شده. خب حالا بعدی که میخوام اینجا استفاده کنم، میخوام ملودی بیسش رو بنویسم، همینو کنترل سی میکنم کپیش میکنم، این بیسی که اینجا نوشتم، چون میخوام شبیه همین بیسه باشه که اینجا نوشته شده. خب اینو میام داخل همین آکوردی که تونستم بسازم، میام اینجا و پیستش میکنم. خب این آخری که اضافه است، اینو کاتش میکنم. آکورد اولی که اینجا دارم آکورد سول هست، آکورد سولم رو اینجا میشینم. خب این جا به جا شده، اینو میارم دوباره رو سول. آکورد بعدیم دو هست، میام و دو، اینجا دو هست، خب اینو میارم رو دو، این هم میارم رو دو. خب این آکوردم، اینم تا اینجا چون رو لا هستش، اینم میارم تا اینجا رو لا دیس هستش. خب حالا میام تو این قسمت، اینو میارم اینجا کپی میکنم، یک کنترل شیفت سی میزنم که این بیس هم تشکیل بشه. بعد میام داخل قسمت آکوردم، این رو کنترل ایکس میکنم، میام رو بیس شارپ سی یا بیس هشتگ سی سه کلیک میکنم و کنترل وی. الان بیس هم مخصوص این قسمت هستش. خب حالا اینجا من یه آکورد سول مینور داشتم، یه دونه از این ریتمایی که اینجا دارم که سول مینور هست، میام همینو اینو اینجا کپی میکنم. خب تا کجا ادامه داره؟ تا اینجا، تا اینجا منم کپیش میکنم. خب میام همون، میام تو همین قسمت، یه دونه استراک داره اینجاست، خب همینو میام اینجا کپی میکنم. خب دوباره اینو کپی میکنم چون دوباره آکوردم تکرار شده. خب آکورد بعدیم آکورد دو بود، میام میرم این تو این قسمت. دو داریم، اگه نداریم باید بریم یه دونه از بانک آکوردی که داریم، یه دونه آکورد دو برداریم. خب آخری که لادیز هست رو میاریم، چون آخرین آکوردمون لادیز بود و آخرش یه دونه سول مینور داشت، اینو از این قسمت برش میدیم و میاریم میذاریم تو این قسمت که به این صورت باشه. یه دونه دومینور بینم، این قسمت دومینور نداریم، یه دونه دومینور پیدا شد، یه استراک دومینور بر میدارم که کجا بود؟ اینجا بود. حالا گوش بدیم. خب حالا استراکشو پیدا کردیم، میریم ریتمش هم پیدا کنیم. اینجا ریتم 6 و 8 کدوم بود؟ این نبود.
همین هست. خب حالا میام تو این قسمت و آکورد دومینورم که اینجاست پیدا میکنم. خب میام تو این قسمت، الان تمپوش 90 هست، تمپوی کار من 90 ممیز 1000 هستش. میام فید تمپو تو این قسمت، تایپ این بی بی ام رو انتخاب میکنم و میگذارم روی 90. حالا من این آکوردم دو میزانی هست، میام یک میزانیش میکنم، اندازه یک میزانی رو کوچیک میکنم و تمام. خب الان لوپ آکوردم هم دارم، یه استراک لادیز هم نیاز دارم که بیام اینجا بگردیم. بله این هم استراک لادیز و اینجا قرارش میدم و حالا گوش بدیم. خب لوپ هم تکرار شده، همینو میام اینجا و تکرارش میکنم. حالا اینو با ملودیم گوش کنم. حالا کله هم مجمعین با بیس و پیانو همه چی گوشش بدم اینو. شکرم هم میارم این قسمت، شکرم به این صورت میزنه، شکر 6/8. میام یه کپی ازش میگیرم، طولش رو به اندازه که دل خواهمه در میارم و به این صورت. کیکم هم میخورده، میارم تا اون حدی که میخوام پاساژ بخوره. این هم کلپ هم هست، اجزاش رو گوش بدیم. خب دوستان عزیز چی هم گوش کردیم با هم دیگه، این دو تا هایت من استفاده کردم، یه دونم اسنر اینجا استفاده کردم، یه پاساژ خب اجزای سازندش این بود تا اینجا. خمار تو بیا ایار و سر قرار همه کسم. خب بچه من دقیقا واسه این قسمت هم همین کار انجام دادم، یه ریتم آکورد با گیتار با یه استراک بعد آکورد پیانو، ریتم گیتار و استراک و یه دونه آرپژ گیتار هم اینجا اضافه کردم. با چشم خمار تو بیا ایار و سر قرار همه کسم، بی مخاطر خواد قلبم زیر پا جونم ها بالاد دست به. خب اینو اینجا داشتیم و یه دونه کرش هم اینجا اضافه کردم. خب دو تا کرش هست، یکیش رو ریورس کردم دوستان، حتی ریورس کردم، از ریورسش یه دونه خروجی گرفتم.
حالا بیم گوش بدیم اینجا شو. دست به دستم آسمونم بیاد دو چچا کار عاشقت بی من خوش قطع خال. خب من اینجا شو واسه تنوع میام بیس هاشو بر میدارم، کیکاشو بر میدارم که فقط با ریتم گیتار بره جلو، نمیخواد همش هم ریتم داشته باشه. چش خمار تو بیا ایار و سر قرار همه کسم بیم خاطر خواد قلبم زیر پا جونم حوالیات دست به دستم آسمونم بیا دو چش کار عاشقش بیم خوش قطع خال کردم اسیر دل بریاش وقتی میخنه با گوپ چال. خب حالا میام اینجا پاساج اضافه میکنم، پاساجم اینجا قرار میدم، بعد بقیه ریتم و ایناش هم میارم تو این قسمت، ریتم و شیکر و کیک و همه چی اضافه میکنم. این حرکت هم بچه من کنترل رو میگیرم، بعد با شیفت کنترل رو اول میگیرم سلکت میکنم، بعد شیفت رو که میگیرم این دقیقا کپی میشه به این صورت. مثلا الان اینو اگه تکون بدم هیچ اتفاقی نمیفته، ولی اگه کنترل رو بگیرم سلکت و حالا شیفت رو میگیرم، ببینید یه دونه کپی دقیقا مثل خودش به من میده. خب حالا اینو میارم این قسمت، بعد حالا واسه فعلا همین ملودی رو دوباره میام، همین ملودی رو که اینجا هستش اینو دوباره کپی میکنم و اینجا قرارش میدم. یه قسمت دیگه هم داریم اینجا، اینو یه خورده میارم این ورتر، ببینید به تعداد میزانی که نیاز هست اینو میارم اینور. حالا میام اینو سلکت میکنم و اینا همش همه اجزا سلکت شده، این سلکت، این قسمت ها سلکت نشده، همش رو سلکت میکنم با کمک کلید کنترل و این قسمت ها. حالا یه دونه شیفت میگیرم و میارم همه چی اینجا کپی شد دوباره، فقط فکر کنم اینو دوبار کپی کردم. خب حالا میاد قسمت بعد وارد این قسمت میشه، بچه حالا من اینم میارم تو این قسمت ادامه آهنگ. اینجا شو من فقط استراک میذارم، دوست دارم که فقط استراک باشه. انیو ستارم نور گلیارم کرده بیچارم کم سن سال همو ما و در چادر کرد و سر کردم در و در و چچکال آسمونم بیاد و چچکال عاشقش بی من خوش قطع انیو ستارم نور گلیارم کرده بیچارم کم سن سال همو ما و در چادر کرد و سر کردم در و در و چچکال آسمونم بیاد و چچک. خب حالا ریتم گیتارم هم اینجا اضافه میکنم. انیو ستارم نور گلیارم کرده بیچارم کم سن سال همو ما و در چادر کرد و سر کردم در و در و چچکال آسمونم بیاد و چچکال آسمونم بیاد و چچکال عاشقش بی من خوش قطع خال کردم اسیر دل بریاش آسمونم بیاد و چچکال عاشقش بی من خوش. بعدش دوباره میام تو این قسمت ریتممو کپی میکنم که از این قسمت زده بیاد آسمونم بیاد و چچکال عاشقش بی من خوش. بیسم رو هم که از قبل نوشتم میارم توی قسمت کپی میکنم. آسمونم بیاد و چچکال عاشقش بی من خوش قطع خال کردم اسیر نیم میزان کم داره اینو میارم توی قسمت
این بچه نیم میزان این دفعه پشت سر هم پشت سر هم خونده، نیومده کامل بگید دال اینو ادامه بده و وارد میزان بعدی بشه. از همون وسط میزان شروع کرده به خوندن. منم هم به خاطر همین میام این آکوردی که واسه اون قسمت نوشتم میام اینو از نصفه شروع میکنم واسهش. یعنی چی؟ یعنی اینی که تا اینجاست خب نصفش رفته داخل اون دیگه، میام اینو نصف میکنم و نصف آکورد رو از همین وام میدارم، چون دقیقا ای آکورده. آسمونم بیاد به چشا کن عاشقش بی من خوش قد خون دردم اسیر دل بریاش وقتی میخنه و گو بچان به این صورت. خب بچات فکر کنم تا همجا کافی باشه. ادامه آموزش رو اگه دوست داشتین، اگه مایل بودین، ادامه آموزش رو میذارم و مراحل تکمیل موزیک رو واسهتون توضیح میدم. خیلی مخلصیم. لایک، کامنت، سابسکرایب رو فراموش نکنید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.